سلام شاگردای عزیز به امید از که جور و صحتمند باشین و درس گذشته را خوانده باشین کار خانگیتان انجام داده باشین و ان که شما شاگردای بسیار لایق و موفق هستین ادمی میفهمم می که شما کار خانگیتان انجام دادین و دا دا یک مرور به درس گذشته داریم در دا درس گذشته شما فشار خواندین که فشار عبارت از قوه فی واحد سطح بود و ما فشار به عرف پی نشان دادیم قوه را به اف و سطح را به ای پی مساوی اف بر و همچنان واحد فشار شما خواندین که واحد فشار نیوتن بر متر مربع بود که نیوتن بر متر مربع را به نام چی یاد کردیم به نام پاسکال و همچنان تاثیرات فشار و یا استفاده از فشار در زندگی روزمره خواندین که مثلا شما دیدین که سوزن بسیار نکشه تیز میکنن تا با قوی کم بسیار خوب در تکه فرو بره صد دی صد و یا مثلا داسه دیقانان دیقان خوب ست شکوچک می سازن و به خاطر از تیز میشه و به بسیار آسانی با قوی کم می تونن کار انجام بتن. کار بیشتر انجام بتن و همچنان شما دیدین که ترکتور از چون وزن ترکتور بسیار زیاد است از او خاطر تایرای زیرا پهن می سازند یعنی سطح شب می سازن, تا با قوه کمتر بالای سطح زمین وارد کنن فشاره کم بسازن ای بود درس گذشته ما و شما و درس امروز ما هم بر علاوه از که فشار در زندگی ما تاثیرات داره و هوا هم دارای فشار می باشن. که ما امروز فشار جوی یا فشار اتمسفیر مطالعه می موضوع درس امروز ما فشار جو یا فشار اتمسفیر می باشه که مربوط به صنف هفتم است فیزیک صنف هفتم هدفی که ما در این درس داریم عبارت از مفهوم فشار اتمسفیر دانسته و تاثیرات فشار در حیات روزمره آشنایی پیدا میکنن کنند شاگرده و تاثیرات وزن هوا و فشار اتمسفیر را درک خوب خوب شاگردای عزیز، آله میاییم ما یک بار مرور میکنیم درس خود در روی میخوانیم که فشار جو یا فشار اتمسفیر چی هست در اطراف کره زمین هوا وجود دارد که مانند لحاف دوران را پوشانیده است و به آن می میگویند هوا ترکیبی از گازات نایدروژن، اکسیژن، هیدروژن و بعضی گازات دیگر میباشد اگر یک متر مربع از سطح زمین را در نظر بگیریم ستون از هوا بالای این سطح دارای وزن معین است که روی این سطح قوه وارد می کند. مقدار این قوه بر واحد سطح را یک فشار می نامند که برابر به 101290 پاسکال می شه. یعنی یک اتموسفیر مساویس به 101290 پاسکال. پیشتر ما گفتیم که فشار بالای سطح یک متر مربع یک متر مربع سطح جایی که یعنی طول شام یک متر و هر شام یک متر باشه اینمی سطح را ما یک متر مربع میگیم میبینین که ستون هوا د شکل ستون اینمی هوا اینمی زرات وزن دارن این وزن بالای سطح یک متر مربع چی وارد میکنه؟ قوه اینمی قوه را به نام یک اتمسفیر یاد میکنن که پیشتر هم گفتیم که مساوی به 101 290 پاسکال میشه گازات اکسیژن هیدروژن و نایتروژن تشکیل شده اینا می گازات دارای کتله میباشه و این وزن دارای وزن هستند و این بالای سطح یک متر مربع قوا وارد میکنه که اینمی مقدار قوه را ما چی گفتیم یک اتمسفر در این شکل شما ببینید از سطح زمین اتمسفر شروع شده و تا ارتفاع زیاد ادامه داره شاگردهای عزیز زخامت از تو از سطح زمین شروع شده و تا ارتفاع زیاد ادامه داره. اتموسفیر زمین را از تششوات مزر و ذراتی که از خارج وارد ساحه زمین می گردد محافظت هوا هوای اتموسفیر دارای کسافت یکسان نبوده یعنی هرقدر که ارتفاع از سطح زمین زیاد میشه هوا نیز رقیق شده میره. و فشار در سطح بر یک اتمسفیر است با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا نیز کم میشه شما این در شکلی را ببینین که اینه می فاصله تقریبا 150 کیلومتر هست و هر قدری که ما از سطح زمین به طرف بالا میریم این ذرات از هم دور شده میره وقتی که ذرات از هم دور شد هوا چی میشه؟ رقیق میشه در این ما بر شما بعض موضوعات دیگه که شامل همی درس میشه برتان معرفی میکنم هوا اتوموسفیر اتمسفر دارای کثافت یا غلظت یکسان نمی باشد هر قدری که اتفاق گفتیم از سطح زمین زیاد گرده گردد هوا نیز رقیق میگردد در سطح بر فشار یک اتمسفر که برابر به 101.290 پاسکال می باشد که معادل به 76 سانتی متر و یا 760 میلی متر ستون سیماب می شد. که در اینجا می بینیم یک اتموسفیر مسایز با 76 سانتی متر مسایز با میلی متر ستون سیما فشار اتموسفیر در هر 100 متر به اندازه یک سانتی متر ستون سیما کم میشه یعنی وقتی از سطح زمین به اندازه 100 متر بالا میریم فشار به اندازه یک سانتی متر ستون سیما چه میشه کم میشه و البته این میار تا ارتفاع 2000 متر از سطح زمین قابل تطبیق است خوب شاگردای عزیز به خاطر که موضوع شما خوبتر درک کرده باشین ما اینجا یک مثال حل می مثال شهر کابل به طور متوسط از سطح بر 1800 متر بلند است فشار هوا در شهر کابل چقدر است؟ در هر 100 متر گفتیم که ارتفاع فشار به اندازه یک سانتی متر کم میشه به اندازه یک سانتی متر ستون سیما کم میشه پس ما 1800 تقسیم 100 میکنیم کی مسایی میشه به 18 سانتی متر پس در سطح بر فشار چقدر بود؟ 76 سانتی متر امی از 76 18 را چی میکنیم؟ تفریق میکنیم کی مسایی میشه؟ از 6 8 نمیده که قرض میکنیم 16 16 8 بره 8 باقیم اینجا ما شش از شش که یک بره پنج هشت سانتی متر ستون سیما فشار فشار جو یا فشار اتموسفیر در شهر کابل پنجا هشت سانتی متر ستون سیما می باشه زیادتر ما از موضوع ستون سیماب نام بردیم به خاطر از اینکه پیش شما سواب خلق نشه که ستون سیماب چی مانا داره یک عالم مشهور به نام توروچیلی اولین بار فشار اتمسفیر را یک کشف کرد که قسمی که در یک ظرف یک مقدار سیما و در یک ظرف انداخ البته در سطح بهری کار انجام داد یک مقدار سیما در یک ظرف انداخ و یک نل که طول از تقریبا یک متر بود و ایره گرفت و یک سر زی بسته بود و یک سرش باز ایره گرفت در بین امی ظرفی که سیما بود داخل ساخت دید که این سیماب سیما داخل امی نل تا 76 سانتی متر بالا رفت یا تا 760 میلی متر این بالا رفت دیگه از او بالاتر نرفت پس در اینجا فشار اتمسفر را تعیین کرد که فشار اتمسفر 760 میلی متر ستون سیماب یا 76 سانتی متر ستون سیماب می باشد که از این خاطر ما ایره به این نام یاد میکنیم خب یک بار درس ما رو خلاصه می کنیم فشار اتموسفیر یا فشار جوی را خواندیم گفتیم که هوایی که در اطراف کره زمین وجود داره و مثلا ها کره زمین ها تا ایره به نام اتموسفیر یاد میکنیم و این اتموسفیر دارای فشار می باشه که به نام فشار اتموسفیر یاد میشه و هر قدری که ما از سطح زمین بالا میریم یعنی فشار کمتر میشه فشار هوا رقیق میشه به خاطر فشار کمتر میشه خوب شاگردای عزیز شما درس خدا کنک فامیده باشین و درک کده باشین حالا بر شما یک دو سوال کارخانگی میتیم که کارخانگی اه اه یک سوال ما بر شما در اینجا حل کردیم مطابق به می سوال شما کارخانگی تانه انجام بدین کارخانگی شهر قندهار یک هزار متر از سطح بربلند است فشار هوا در شهر قندهار چند است و سوال دوم شهر ایراد 960 متر از سطح بربلند است فشار هوا در شهر ایراد چند است شما این دو سوال را به می طریق حل کنید اول تقسیم سطح کنید بعد از او از 76 سانتی متر را منفی کنید فشاری که در شهر قندهار و ایراد است به دست خوب شاگردای عزیز به امید که در صرف آمیده باشین و موضوع را درک کرده باشین کارخانگی تان هم انجام بتین و در سایت تان و به امید مفقیت های هرچی بیشترتان خداحافظ